سلام و عرض خسته نباشید خدمت همه دانش آموزان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز در خدمت شما هستیم با تحلیل آزمون 21 آبان رشته تجربی. شروع میکنیم امروز با سوال اول این قسمت. سوال اول این قسمت رو شروع میکنیم بررسی کردن. سوال 91، بچه ها دقت کنید، دیگه تابع منفی x ضرب در قدر مطلق x وارون خود را چند بار قطع می کنند؟ بچه ها می دونید که تابع x ضرب در قدر مطلق x از نظر شکلی به این صورته، این x ضرب در قدر مطلق x و این تابع برای اعداد مثبت هست ایگرگ مساوی ایکس دو، برای اعداد منفی هست ایگرگ مساوی منفی ایکس دو. اگر این تابعی که به صورت لوره بردارید توی منفی ضرب کنید چه شکلی میشه؟ این تابع رو توی منفی ضرب کنیم به این صورت میشه. سوال میگه این تابع وارون خود را کجا قطع میکنه؟ وارون یعنی نیمساز ربع اول و سوم. بچه ها نیمساز ربع اول و سوم وارون کنیم این شکلی میشه. ما قبلا گفتیم تابع اکیدن نزولی وارونش هم اکیدن نزولیه و این شکل هم حتی تو جزوه من واسه کن کشیدم، یعنی اطلاعات این سوال رو کامل شما داشتید. این سه بار وارونش رو قطع میکنه که جواب مسئله میشه گزینه چهار. سطح سوال بچه چطور بود به نظر شما؟ سطح سوال چطور بود؟ این به نظرم آ بود، اولین آی این آزمون هم بود، یعنی بین سطح آ بی سی دی این سطح آ بود. بچه ها اگر صدای مقدار اکو میشه به خاطر اینه که من میکروفون استفاده نکردم که در واقع به خاطر همین یه ذره صدای اکو میشه زیاد پیش توجه هم. خب این سوال اول، سوال 91 بررسی شد. سطح آی یک، آی یک من اولین آ رو با یک نشون میدم که آخره راحت بتونی بشمار. سوال بعدی گوش کنید بچه ها، به راه حلای من امشب دقت کن. سوال میگه که اگر F و G، حالا یه سری شرایط گفته بارونپذیر و این قصه ها باشه، این رابطه رو به شما داده. این رابطه رو که به شما داده، شما واسه این که ببینید این رابطه به داده شده، واسه این که این اف وارون پشت از بین بره، من دو طرف رو میبرم تو اف. دو طرف رو که میبری تو اف، این اف با این اف میره، میشه 5x علاوه 1 مساوی با F J X علاوه 2. ما تو کلاس شما گفتیم آقا زمانی که میخواید وارون رو از بین ببرید از دو طرف این F بگیرید. حالا سوال چی هم میخواد؟ F و J 3. F و J 3 یعنی داخل این باید بشه 3. چیکار کنیم بچه ها داخل این بشه 3؟ داخل این اگر بخواد بشه 3، به جای x بذاری 1، به جای x بذاری 1، داخل این میشه 3. اگر به جای x بذاری 1 این میشه چند؟ میشه 6. پس f j 3 برابر است با 6، گزینه 3. پس برای از بین بردن وارون از دو طرف f میگیری، این مایی میره. حالا F و G 3 یعنی داخلش باید بشه 3. خب X رو بذاری 1، این برمیشه 6.
آقا چیه این؟ A, B, C, D. این انصافاً آره. آقا چند بار سر کلاس من به شما بگم وقتی میخوایی وارون رو از بین ببری F بگیر. خب دیگه این دیگه یه چیزیه که گفتم من به در واقع پاسخنامه قلمچی که کاری ندارم تو میشه تو بیارگرد. من راهل خودم واسم مهمه که به تو گفتم هزار بار. آقا از دو طرف این F بگیر. F با F بارون میره. حالا F و G سه، یعنی تو G بزن سه. خب این چجوری سه میشه؟ آقا یک بزنید. راحت سوالش نمیزافن. دیگه حق بدید. آقا دو تا آله میپن. من دیگه به عنوان معلم تو میدونم که چی واسه تو راحته، چی واسه تو سخته. حق قابل میگم. سوال بعدی. گوش کنید بچه ها. سوال بعدی بچه های عزیز. تابع رادیکالیکس وارونش چی میشه؟ رادیکالیکس یه ابرو اینجوریه. تابع رادیکالیکس میشه یه سهمی، یه نصف سهمی میشه. قبول داری تابع اف وارون میشه یه سهمی؟ رادیکال وارونش میشه یه سهمی. رادیکالیکس اگر شک داری برقرار وارونش رو به دست بیار، ایکس رو تنها کن، به توان دو برسون، جای ایکس رو باید عوض کن، وارون رادیکال میشه سهمی. خب دیگه این باید دانش آموز بدونه ابرو وارونش میشه سهمی یا بتونه حساب کن. حالا چی؟ وارون این تابع چی میشه؟ ژ وارون چی میشه؟ چهار منفی یک، منفی دو چهار، منفی سه و سه، منفی یک و منفی دو. خب بچه ها من مگه تو جزوه‌تون نگفتم نوشتی وقتی میخوایید اعمال جبری انجام بدید وقتی یکیش جزء یکیش زوج مرتبه اون یکیش به صورت ضابط هست باید چیکار کنی؟ باید جفتشو به زوج مرتب تبدیل کنی. باید اف وارونم بشه زوج مرتب. چار بذار توش میشه 16. منفی دو بذار نمیشه. رادیکالیکس وارونش سهمی مثبت این نمیشه. منفی سه نمیشه. منفی یک نمیشه. چقدر خوبه که هیچ کدومش نمیشه. این منفی ها نمیشن کلا. خب میگه چند تا زوج مرتب داره؟ آقا چند تا داره؟ چند تا مشترک دارن؟ این دوتا رو من با هم دیگه جمع بزنم میشه 4 و 15. یه دونه داره، یه دونه. من اینو مشکل ندارم سطحشو بذارم بی. من اینو مشکل ندارم سطحشو بذارم بی. ولی به نظرم آب. ولی اشکال نه آقا اصلا این بی دیگه اشکال. ولی بی بود که میشد بهش آ هم بگید، یعنی یه چیزی بین آ و بی بود. خب این هم از سوال 93 که بررسی کردیم. سوال بعدی رو شما دقت کنید. میگه دامنه و قرب تابع F به این صورته. اگر ژ ایکس مساوی این باشه دامنه ژ وارون رو میخواد و برد ژ وارون. حواست باشه دامنه ژ وارون یعنی برد ژ، برد ژ وارون یعنی دامنه ژ. الکی اومده یه ژ وارون این وسط آورده. دامنه ژ وارون میشه برد ژ، برد ژ وارون میشه دامنه ژ. این دو تا بچه ها
اینش که بلد. آره اینا بلدی که دامنه جه وارون میشه برد جه، برد جه وارون هم میشه دامنه جه. اینه که باید بلد بشی. نکته تو جزت نوشتم. خب بچه ها اینو نگاه کنید لطفا، ما راجع به برد، این چه بلایی سر بردش اومده؟ چه بلایی سر بردش اومده؟ اول زب در منفی شده، بعد یکی رفته بالا. بردش رو نگاه کن، اول زب در منفی شده میشه منفی 4 تا منفی 2، یکی رفته بالا میشه منفی 3 تا منفی 1. بفرمایید منفی 3 تا منفی دامنش رو بهت میگم، یعنی نگو نگفتی خدا وکیلی. آقا مگه من نگفتم وقتی دامنه ای افا میدن دامنه اینا میخوان باید چکار کنی؟ دامنه افا میده دامنه اینا میخوان چکار کنی؟ من یه چیزی گفتم، گفتم دامنه خودت آوره میده دامنه اینا میخوان چکار کنی؟ اینو میذاری بین منفی یک و یک، عبارت رو میذاری تو این بازه. گفته بودم یا نگفته بودم؟ این عبارت رو میذاری تو این. ببینید نه راحت خونده باشی یا اصلا من هدفم از این کلاس بچه این نیست که بگم من چیا رو گفتم. اگر یه جایی اینجوری میگم منظورم رو بعد برداشت نکنی خدایی. میخوام تأکید کنم که تو بیاد تو ذهنت اون صفحه جزوه. میدونی چی میگم؟ این جلسه رو اینجوری نگاه کن، این باید باشه بین منفی یک و یک، ضرب در سه بکنیم، ضرب در سه کنیم میشه بین سه و منفی سه، منهای یک میکنیم میشه بین منفی چهار و دو، تقسیم بر منفی دو میکنیم میشه بین منفی یک و دو، پس میشه بین منفی یک و دو. اشتراک اینا چی میشه؟ میشه فقط منفی. اشتراکش فقط منفی. یه محور بکش، یکیش از منفی یک تا دو، یکیش از منفی یک تا منفی سه، اشتراکش فقط منفی. سوال میگه که شامل چند تا از سنگیه یه دونه گزینه دو میشه. هر جا بچه من اشتباه کردم به من بگید، هر جا من اشتباه کردم به من بگید، اگر گزینه غلط زدم اینا حواستون باشه. آقا سطح سوال چطور بود؟ سطح سوال شما بگید ببینم سطح سوال چطور بود. من به نظرم این بیه نهایتاً میشه رو بی، ولی دیگه نمیشه رو آه. این سوال آنی سوال، این سوال بی متوسط تقریباً رو به پایین، متوسط رو به بالا نیست. سوال بعدی، سوال بعدی گوش کن بچه ها. سوال بعدی گفته که جه f x برابر است با 2x منهای یک، پس j x به روی 3 منهای x برابر است با 2x منهای یک. روش من گوش کن، روش من گوش کن آقا. g 2 یعنی چی؟ من واقعا این سوال رو بار اول ندارم میبینم، فکر نکنیم این ها نشستم خوندم یه ساعت. همه سوالات بار اوله و وقتی میگم یه سوال آسونه خودم هم یعنی زیاد بهش فکر نکنم، سوالاتی که مجبورم خودم فکر کنم اونا میشن سی، اونا میشن دی. گوش کن، جی دو یعنی توی این بعد بشه دو،
جیه دو یعنی توی این باید بشه دو. خب آقا توشو بذار دو. بفرما توی این رو میذارم دو. خب داخل این رو میذارم دو. طرف این وسط این کن ایکس میشه دو. آقا به جای ایکس بذار دو. سمت راست این دو بذاره میشه سه. این از جی دو پیدا کردم تمام شد. اینو پیدا کردم جی دو. جی دو یعنی داخلش رو دو. داخلش رو میذاری دو. طرف این وسط این میکنه ایکس میشه دو. سمت راستش میذاری دو میشه سه. حالا با من باش. جیوارون هشت. جیوارون هشت یعنی روبروش رو بذار هشت. روبروش رو بذاری هشت ایکس چی میشه؟ ایکس میشه نه دوم. جیوارون هشت یعنی روبروش رو بذار هشت. توش ببین چی میشه؟ ایکس رو بذار نه دوم. صورت میشه نه دوم یعنی چهارونی. صورت رو بذار چهارونی. مخرج میشه منفی یک و نیم میشه منفی سه. هشت بذاری بیرونش که هشت باشه توش میشه منفی سه. پس میشه منفی سه. جمع میذارم میشه سه. این سوال سطحی شده. آقا جی سه یعنی داخلش سه باشه. جی وارونش یعنی روبروش هشت باشه. مگه نگفتم تو جزوتون نوشتی اف سه یعنی داخل سه، اف وارون سه یعنی روبرو سه. خب آقا بذار بی دیگه چیکار کنم؟ بی یعنی متوسط رو به پایین. ولی آ هم میشد به این بگی. اینا بهش آ هم اگر میگفتی اوکی بود. باز سوال بعد جی رو داده، اف رو داده، ایچ رو داده، این رو میخوند ایچ به روی اف و جی وارون. اول بیا جوارون رو حساب کنیم. جوارون رو اگر حساب کنم میشه یک و دو، سه و چار، پنج و شیش. این جوارون. مخرج این رو اگر حساب کنن از چی شروع میکنن؟ از جوارون. از جوارو شروع میکنیم. یک بذاریم دو میشه، دو بذاریم چهار میشه، میشه یک و چهار. بعدی سه بذاری چهار میشه، چهار بذاری هشت میشه، سه و هشت. پنج بذاری شیش میشه، شیش بذاری صفر میشه، پنج و صفر. صورتشو میخوام تقسیم بره این بکنم، یک و دو یک و چار، سه و چار سه و هشت، پنج و یک پنج و سه. بینیرس یک و دو یک و چار میشه یک و دو چار، دو چار سه و چار سه و هشت، سه و چار هشت، پنج و یک پنج و سه، پنج و یک صفر. میگه تعداد اعضای برد، برد این چی میشه؟ یک دوم. یک دوم بردش فقط میشه یه دوم. تعداد اعضای بردش یه دونه است. اینو میذارم آ چون شبیهش حل کردم تو جزوه. شبیهش ده تا حل کردم اول مبحث وارون. مگه اینا رو حل نکردیم اول مبحث وارون؟
بچه های گروه مهر رو اگه اینا رو جلسه پیش حل نکردیم با سرکن یاد داشت کن اینا یه نگاهی بکن بریم ادامه بدیم ها 97 گوش کن به من 97 دقت کن این آقا اینجا باشه اینو بذار اینجا باشه دستش نزن کارش دارم این آقا رو اینجا بذار باشه این از قیافش خوشت نمیاد چی کارش کنی؟ از قیافه اف بارو خوشت نمیاد راهش چیه؟ باید از دو طرف چی بگیری؟ اف بگیری وقتی خوشت نمیاد از بارون از بین ببر اف بگیری چی میشه؟ میشه اف دو ایکس به علاوه یک برابر ایکس منهای یک چون این دوتا با هم دیگه میره میشه اف دو ایکس به علاوه یک ایکس منهای یک خب این دوتا اینجا هستن این دومی ها 10,000 بار بود دو دقیقه پیش گفتم وارون خوشت نمیان از دو طرفش اف بگیر حالا چی میخوایی؟ جیه جی او اف نو یعنی جیه اف نو اف نو یعنی داخل این از نو چند بذارم بشه نو؟ آقا اینجا چند بذاریم؟ چهار بار بذاری دیگه با چهار بذاری این چند میشه؟ سه خب پس این شو سه آقا چهار بذاری این میشه نه این هم میشه سه پس شو جی سه جی سه چند میذارم این بشه سه چند بذارم این میشه سه دو بار بذاری دیگه دو تا چهار تا منهای یک میشه سه یا دوست داری بنویس دو ایکس منهای یک برابر سه پس ایکس میشه دو دو بذاریم و میشه هشت گزینه دو آقا این چیه؟ سطحش این سطحش چیه؟ آه خدایی آسونه دیگه اینا دیگه سوالاش روتین هم یعنی سوال معلومه باید چیکار کنه اگر به آبر نخوره این آره خب بریم بعدی ببینیم چی داده اگر دامنه اعداد مثبت باشن اف بارون چهار رو میخواد بچه رو ببینید اینجا قیافش اوکیه اف یک رو از کجا بیاریم اف یک رو اگر بخواهم بیاریم اول سوال اول توی این مسئله اینه که اف یک چی میشه اف یک رو تا پیدا نکنیم چه کار میکنیم افه یک از کجا بیارم؟ بچه چی کار کنم که این بشه یک داخل این رو بزنم مساوی یک ایکس میشه صفر داخل این رو بزنم یک ایکس میشه صفر خب بیار توی این رابطه ایکس رو بزنم صفر توی این رابطه ایکس رو بزنم صفر میشه افه یک این که میشه صفر این هم میشه دو افه یک شد دو سوال اول این بود که اف یک چنده اف یک دوره حالا اینو مرتب بنویس مرتب بنویسم چی میشه؟ میشه اف یک منهای سه ایکس این چار ایکس دو رو ببر اون و میشه نه ایکس دوی منهای شیش ایکس به علاوه دو این چار ایکس رو ببر اون رو میشه این خب سوال میگه اف بارون چار
یعنی این روبروش رو بذار مساوی 4. F وارونه 4 یعنی روبروش رو مساوی 4. خب بذار مساوی 4. 4 رو میاریم و میشه 9x و منهای 6x و منهای 2. اینو چجوری حل کنیم؟ اینو چجوری حل کنیم؟ دلتا بگیرم چکار کنم؟ آسی برم؟ آسی بریم؟ دلتا شن میشیم؟ دلتا میگیم؟ دلتا شن بریم 36 به علاوه 72 میشه 108. ریشه هاش میشه منفی ب. بچه جذر 108، 108 یعنی 3 تا 36 تا میشه 6 تا میکار 3 به روی 2. یه 6 خط بزنی میشه این، یه 6 خط بزنی میشه این، اینه. حالا اینو میذاری اینجا، اینو بذاریم اینجا چه میشه؟ زد در 3 میکنی، زبر منفی 3 میکنی. خب زبر منفی 3 میکنم با مخرج میره 3ش میشه 1 به علاوه منهای رادیکال 3. 1 ها هم میره میشه مثبت و منفی رادیکال 3. مثبتش جواب میده میشه گزینه 4. میتونستی اینو مربع کاملا بکنی، حرف شما کاملا درست و جالب هست. اینو میتونستی مربع کاملا بکنی. این آقا سطح این انصافا سی بپر، سطح این رو بگم سی سخت بود بیم. سوالش آسون نبود، سوالش سخت. پس ما F1 رو حساب کردیم، F1 شد 2، بردیم یه طرف F وارونش ها یعنی روبروش میشه 4، X رو پیدا کردیم گذاشتیم بر. سوالش سخت بود بشه. آقا بریم بعدی. سوال 99 گوش کنید. سوال 99، سوال 99 بچه ها عرضم به حضورت که یه سهمی داده به نام F. ریشه هاش چی هست؟ ریشه هاشو داده 0 و 4. رأسش رو داده کجا؟ رأسش رو داده 2-3. رأسش رو داده 2-3. خب تابع F ریشه هاش از 0 و 4، یعنی X در X منهای 4. ریشه هاش 0 و 4، یه ریشه 0 یه ریشه 4، یعنی X در X منهای 4. یه ضریبی هم میذاریم اینجا آ. دو بذاریم توی این باید بشه 3. ریشه هاش ببین x و x هم بذاریم، دو بذاریم توی این باید بشه 3. دو بذاریم رس وسط دو ریشه هست اینجاست، دو و 3. دو بذارید باید بشه 3، به جای x دو بذارید میشه منفی 4 آ برابر 3. آ میشه منفی 3 چهارم، آ شد منفی 3 چهارم. این تابع F. تابع G یه خط که یه خط که ریشه 4، یه خط که ریشه 4 و ریشه 4 یعنی x منهای 4 و صفر بذاری توش میشه منفی 2. صفر بذاری توی این میشه منفی 2. خب به جای x بذاری صفر منفی 4 آ میشه منفی 2، آ میشه 1. دو میرم از این هم 1. خب حالا سوال میگه برد F تقسیم بر G چی میشه؟ بچه ها F رو تقسیم بر G کنید.
بالایی از منفی 3/4 ایکس در ایکس منجار، پایینی هم 1/2 ایکس منجار. ایکس منجار با ایکس منجار میره میشه منفی 3/2 ایکس. البته اینجا مخرج این مخالف 4 چون ریشه مخرج رو تسکیم بچه من یه خط دارم خب یه خطی دارم که وقتی توش 4 بذاری چند میشه؟ یه خطی دارم وقتی توش 4 بذاری میشه منفی 6. یه خطی دارم وقتی 4 میذاری میشه منفی 6. باید یه نقطهش تو خالی باشه. اون نقطه‌ای که باید تو خالی باشه نقطه 4 و منفی 6ه. یعنی برد تابع میشه r به جز منفی 6. خب پس بچه ها دقت کنید این سوال رو من یه بار دیگه میگم چطوری شد این سوال رو من میزم سی. بچه ها من این A, B, C, D رو با توجه به سطح عمومی دانش آموزا میگم ها. یعنی مثلا ممکنه یه سوال واسه یه دانش آموز غربی A باشه واقعا، ولی مثلا این سوال خب یه ذره ترکیبیه دیگه، یه ذره ترکیبیه که شما در واقع آره پویا یا مهران اینا با خوبی دارم مثلا میتونی بدید. ولی خب حالا به این بچه یه بار دیگه میگم تابعی F ریشه هاش 0/4 پس بگی X در X منایشار و رسش 2 3 دو بذاری باید میشه 3 آب دست میاد این معادله F تا به J ریشه شاره پس X منشار از این نقطه هم میگذره این نقطه از 0 و منفی 2 0 بذاری میشه منفی 2 آب دست میاد این دوتا رو تقسیم میکنه شد -3/2x، -3/2 یه خط رو به پایینه که بردش آره ولی یه نقطه باید حذف شه. چه نقطه؟ 4. 4 بذارید توی این میشه -6، -6 رو باید حذف کنی یعنی گزینه 3 میشه جواب مسئله ما. این سی دیگه حالا من با توجه به سطح عمومی بچه ها میگم سی. بریم سوال بعدی. سوال بعدی آقا تابعین در یک باز 1/1 هست. 1/1 بهترین راهش چیه؟ 1/1 بودن بهترین راهش بس. بچه ها تو کنکور 1/1 دیدی باید بکشید. شکل اینا ما گفته بودیم یا نگفته بودیم؟ شکل اینا من گفته بودم یا نگفته بودیم؟ گفته بودیم؟ خب نقاط زاویه داره این چی هست؟ نقاط زاویه داره این 0 و 1 نقاط زاویه داره رو پیدا میکن 0 بذاری توش میشه 3 1 بذاری توش میشه 2 آقا نقاط زاویه دارشو ببین شما نقاط زاویه دار 0 و 3 1 و 2 این نقاط زاویه دار یه نقطه میگیری بعدش مثلا 2 بذاری توی میشه 7 آقا 2 بذاری میشه 7 میشه اینجا 2 که بذاری میشه 7 -1 بذار توی این منفی توی این بذاری میشه 2 میشه 4 آره منفی بذاری میشه 2 و 6 میشه 8 آقا منفی بذاری میشه 8 اینجوری خب
بچه ها از منفی یک تا کجا یک به یکه؟ این تا کجا یک به یکه؟ تا کجا یک به یکه؟ از اینجا تا اینجا یک به یکه؟ این تیکه ای که من با رنگ نارنجی مشخص کردم یک به یکه، بعد از این دیگه میره بالا، دیگه یک به یک نیست، پس میشه تا گزینه دو. آقا سطح سوال چیه؟ اینو ببینید بچه ها، این سوالو سر کلاس توضیح دادم، 10 بار شبیه این کشیدم با سهرتون، اینو خودت هم بکشی آره، این آره، اصلا حرفش هم دیگه نزن، این از اینجا تا اینجا یک به یکه دیگه، واقعا باید دانش آموز اینو بلد باشه بکشه. شکلایی که درجه یکن بینشون جمع و منحاس باید بتونی بکشی. این سوال سخت. این بعد آقا تو جزوت من اصلا صورت سوالو نمیخونم، تو جزوت من به عنوان نکته گفتم اف وارون او اف هر جا دیدی برابرش یه، هر موقع این دوتا رو دیدی هر جفتش برابرش یه، مگه نگفتیم هر جفت اینا برابر ایکسه؟ جزوه وارون تو باز کن، مگه نگفتیم ترکیب تابع با وارون برابر ایکسه؟ این ایکسه، این هم ایکسه، تابعی که سوال میخواد 2x، تابعی که سوال میخواد 2x. مگه ما نگفتیم بالایی واسه یه وقتیه که ایکس عضو دامنه تابع باشه، پایینی واسه زمانیه که ایکس عضو برد تابع باشه؟ بالایی چون ایکس میره تو اف عضو دامنه تابع، این چون میره تو وارون عضو برد تابع. حالا دامنه تابع میشه زیر 1، دامنه اینا حساب کنی میشه ایکسای کمتر از 1، برد این میشه زیر منفی 1، ببخشید بالای منفی 1. بعضی ها شاید بگن آقا دامنه و برده یه چیزی سریع حساب میکنی، شکلش رو بیاد دادن، مگه من نگفتم نقطه شروع این میشه 1 و منفی 1؟ چون هر جفتش منفیه میره عقب و پایین، شکلش اینطوری میشه، دامنش قبل از 1، بردش ببخشید پشتش مثبت بشتم، شکلش اینطوری، شکل رادیکال ها رو ما توضیح دادیم، بردش و همه چیزش رو گفتیم. خب چون اینجا این دو تا تابع با هم دیگه جمع شده، باید از این دو تا اشتراک بگیریم، بالایی قبل 1، پایینی بعد منفی 1، اشتراکش میشه بین منفی 1 و 1. به گزینه‌ها نگاه کنیم، به گزینه‌ها نگاه کنید، بین منفی 1 و 1، بعد گزینه 2 و 3. بچه کدوم گزینه بین منفی 1 و 1؟ گزینه 3، گزینه 3 بین منفی 1 و 1. این سوال رو میذارم نهایتاً بی، نهایتاً میذارم بی، چون همه کسایی که اینجا سر کلاس من بهشون وارون رو درس دادم، خب همه کسایی که من بهشون وارون رو درس دادم میدونن که در واقع بچه ها اشتباه که نکردم، گزینه 2 میشه خانم مومبینی، 3 میشه. بچه ها همه کسایی که هم سر کلاس برسیدن و میشنون برن جزوهشون رو باز کنن،
ببینن یه چنین مثال هایی رو ما گفتیم. حالا اینجا اشتراک از این دوتا شاید در اصلا یه سوال نگرفته باشه، ولی سوال بی نیست، سوال یه ذره شاید سخت باشه هایی توضیح بدهیم. خب ادامه میدیم. فعلا همین حسین تست میزنیم، اگر وقت شد وقت اشکارم میکنیم، فعلا این رو حل کنیم. خب بچه ها سوال بعدی، دامنه ژ او اف وارون رو میخواد. بچه ها وارون تابع هموگرافیکی چطوریه؟ وارون تابع هموگرافیکی این شکلی بود که جای این دوتا رو عوض میکنیم و قرینه میکنیم، یادتونه؟ جای آوردی رو عوض میکنیم قرینه. خب جای این دوتا رو عوض کنم قرینه کنم میشه ایکس منهای یک به روی ایکس منهای دو. خب جی او اف وارون یعنی چی؟ جی او اف وارون یعنی در تابع جی به جای ایکس، اینو بذارید اینجا، در تابع جی به جای ایکس اینو بذارید، یعنی میشه چی؟ دو به روی رادیکال چهار منهای این به توان دو. خب چیه اینا میخوام؟ دامنهش رو میخوام. دامنه اینو چی جوری حساب کنیم؟ آقا دامنه اینو تو وقتی میخوای حساب کنی یکی از، ببین بچه ها من وقتی به ترکیب بحث میدادم مگه نگفتم یکی از راه های پیدا کردن دامنه اینه که تشکیل بدی، تشکیل داری من. حالا زیر رادیکال رو میذاری بزرگتر از سه، زیر رادیکال رو میذاری بزرگتر از سه. حالا نگاه این توان دو رو میبریم اون بعد میشه ایکس منهای یک به توان ایکس منهای دو به روی ایکس منهای دو به توان دو کمتر از شاخ، جذر میگیری میشه قدر مطلق ایکس منهای دو به روی ایکس منهای دو کمتر از دو، قدر مطلق این کمتر از دو طرف رو ضرب میکنیم در قدر مطلق ایکس منهای دو. حواست باشه ایکس مخالف دو هم هست، دو طرف رو توی مخرج این ضرب میکنیم میشه قدر مطلق ایکس منهای یک کوچیکتر از قدر مطلق دو ایکس منهای چهار، دو طرف رو به توان دو میرسونیم، دو طرف رو به توان دو میرسونید، بعد میبرید یه طرف اینو، میبرید یه طرف اتحاد مزدوج میزنید. یادتونه گفته بودم وقتی دو طرف قدر مطلق داره به توان دو برسون، ببر یه طرف اتحاد مزدوج بزن. الان اگر اینا اتحاد مزدوج بزنید یه بار این دوتا رو جمع میکنیم میشه 3x منهای 5، یه بار این دوتا رو منها میکنیم میشه x منهای 3. بنابراین اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاقی که میفته ریشه ها هستن 3 و 5 سوم بین دو ریشه منفی خارج دو ریشه مثبت، جواب میشه کونه های مثبت. پنج سوم یعنی یک و خورده. کدام اعداد صحیح توی اینجا نیستن بچه ها؟ کدام اعداد صحیح توی اینجا نیستن؟ دو و سه، دو و سه توی این بازه نیستن، یعنی میشه گزینه سه. گفته چند عدد صحیح نیست؟ دو سه نیست، دو سه نیستش، بنابراین جواب گزینه سه. پس بچه ها
اینو ببین گوش کن، این افروارین گذاشتیم تو تابه ژه شدیم زیر رادیکال رو گذاشتم بود برسته جذر گرفتم حل بشکم بین سه و پنج سوم منفیه خارجش مثبت خود سه اینجا نمیشه ببینیم بزرگ فرسته آقا سطح این سوال چیه؟ سطح سوال بی نیست خدای سیه دیگه سیه دیگه پر محاسبه است دیگه محاسباتش خیلی زیاد تازه من سعی کردم که یه ذره محاسباتش رو کم کنم باز یه ذره سوالش محاسبه داشت یعنی نمیشد فرار کرد بچه ها بنویسید اینو یادداشت کنید قدر مطلق رو میتونستید بین دو و منفی دو هم بذارید گزینه سه میشه خانم علی جانی مطمئنید که همین آزمون رو دارید شما نرفتید سر مثلا آزمون انسانی بشینید گزینه سه میشه چی رو بررسی دارید میکنید من دارم بچه ها ریاضی واسه کنه حل میکنم گزینه هاش رو با زیست و شیمی مقایسه نکنید گزینه هاش رو با زیست و شیمی مقایسه نکنید خب پنج سوم صحیح نیستش آقا دقت کن جیوارون دو یعنی تابع جی رو بذار مساوی دو اینو مساوی دو بذارید میشه یک و نیم قابل قبول نیست این بازه نیست بالایی رو مساوی دو بذارید جیوارون دو یعنی تابع جی رو بزنم مساوی دو پایینی کوچکتر از یک نیست بالایی رو اگر مساوی دو بزنی رادیکال ایکس میشه یک ایکس میشه یک جیوارون دو میشه یک پس میشه اف ایکس مساوی یک اف ایکس مساوی یک یعنی تابع رو مساوی یک بذار بالایی یا مساوی یک بذاری میشه سه پایینی یا مساوی یک بذاری میشه ایکس دو برابر دو ایکس میشه مثبت و منفی رادیکال دو کدومش قابل قبوله اونی که منفیه قابل قبوله پس میشه منفی رادیکال دو چند جواب داره دو تا اینو چی رو دیم بهش؟ آبیدیم آبیدی خوده یه جیوارونه دو این جی رو بزن مصابه دو خب میذاریم میشه یک اف ایکس مصابه یک یعنی اف رو بزن مصابه یک سخت نبودیم آبیدیم بره سخت نبود هم سریع بود هم آسون بود بریم بعدی بریم بعدی بچه ها میگه که وارون اینو یه واحد بردیم راست نمودار حاصل نمودار اف را در کدام در نقطه با کدام عرض قطع میکنه یه لحظه بذار من یه فکر میکنم بذار چه راهی برم بهتره ببینید عرضم با حضور شما که ما
خب من کاری که اینجا تو این سوال میخوام بکنم اینه که بردارم چیکار کنم؟ بردارم این تاور اینجوری بنویسم. بچه این تاور رو چی میتونیم بنویسیم؟ این تاور رو میتونی اتحاد مربع کامل کنی، قبول داری؟ میتونی بنویسی رادیکال ایکس به علاوه یک به توان دو منهای ایکس. این تاور رو من میتونم این شکلی بنویسم. تاور به این صورت. اینو بخوام وارونش رو پیدا کنم، وارونه اینه بخوام پیدا کنم، یک ها میبرم اون بر یک ها میبریم اون بر بعد جذر میگیم، یک ها میبریم اون بر جذر میگیم. جذر میگیم چه رادیکال وای به علاوه یک مساوی با رادیکال ایکس به علاوه دوباره یک ها میبریم اون بر یک همی هره میمورد به توان دو میرسونیم این شکلی میشه. جای ایکس و وای رو عوض میکنم میشه این، جای ایکس و وای رو عوض میکنم میشه این. وارون تاور است، این وارون تاور است، این خود تاور است. وارونش رو پیدا کرد، میگه اینو یکی ببریم راست، اینو ببریم راست. بچه ها اینو ببریم راست یعنی به جای x چی میذاریم؟ میذاریم x منهای 1. به جای x میذاریم x منهای 1 میشه رادیکال x منهای 1 به توان 2. به جای x میذاریم x منهای 1. میگه این خود تاور رو کجا قطع میکنه؟ خب آخر سوال رو ببینیم اون چیه بچه ها؟ این میشه به توان دو رسونیم، اولی به توان دو، دومی به توان دو، منهای دو برابر اولی ضرب دو. اینو مساوی خود تاور بزنیم x با x میره دو رادیکال ایکس رو میبرم اون بر میشه یک مساوی با چهار تا رادیکال ایکس، رادیکال ایکس میشه یک چهارم، یک چهارم ایکس میشه یک شونزدهم، ایکس بشه یک شونزدهم، یک شونزدهم رو بذاری تو تابه میشه یک شونزدهم به علاوه یک دوم میشه نه شونزدهم. گزینه چهار اول ما وارون تاور رو حساب کردیم بعد ایکسش رو میکنیم. این سوال به نظرم دیر، این سوال به نظرم دیر چون که یه ذره سخت. اولش ما اینو اتحاد مربع کامل کردیم، x به علاوه دو رادیکال x، x به علاوه دو رادیکال x میشه رادیکال x به علاوه اینا به توان دو برسونی چی میشه؟ اولی به توان دو، دو برابر اولی ضرب دومی، دومی به توان دو، این یکا میره میشه x به علاوه دو رادیکال x. من گنده نوشتم، کوچیک می نوشتم، جای کمتری می گرفت ها. بچه ها یاد داشت کنن ادامه بدیم، یاد داشت کنیم.
خب بچه های ادامه بدیم. سوال بعدی رو حل کنیم. بچه ها توجه کنن، یه تابع F داده، یه F بارونش اینجا داده و عرضم به حضور شما که آی و علاوه بی رو اینجا ازتون خواسته. آی و علاوه بی اینجا خواسته، البته اینجا سر لوگاریتم و این بسته هم قاطی جریان هستش. خب بریم واسه حل این تابه. ببین بچه ها، شما تابه که داریم اینه، ایگرگ مساوی دو به توان ایکس منهای دو به توان منفی ایکس به روی دو به توان ایکس صورت علاوه است مخرج منهاست. این تابه رو میخواهید وارونش رو به دست بیارید، وارون این رو بخواهیم پیدا کنیم، باید سعی کنیم که ایکس رو تنها کنیم. یه ذره حالا قیافش ترسناکه، من قیافه این رو میتونم یه دو به توان ایکس ضرب کنم بشه دو به توان دو ایکس علاوه یک به روی دو به توان دو ایکس نهایی میشه. کل صورت و مخرج رو در دو به توان ایکس ضرب میکنم و طرف این وسط این میکنم. بچه ها اگر طرف این وسط این بکنید این رو میشه دو به توان دو ایکس ضرب در وای منهای وای مساوی با دو به توان دو ایکس علاوه ایکس. ایکس ها رو میبریم یه طرف، وای ها رو میاریم این طرف، نتیجه میگیریم که دو به توان دو ایکس وای منهای دو به توان دو ایکس برابر با وای علاوه برمیداری از دو به توان دو ایکس فاکتور میگیری میشه پای منهای ایکس. بنابراین دو به توان دو ایکس برابر است با وای علاوه یک به روی وای منهای ایکس. خب حالا بچه هایی که لوگاریتم بلدن این سوال در واقع واسه شون خوبه. ما اینجا توان این رو چی میتونیم بنویسیم؟ به جای توان این میتونیم بنویسیم لوگاریتم روبروش در مبنای دو، یعنی وای به علاوه یک به روی وای منهای یک در مبنای دو. بعد تقسیم بر دو میکنیم میشه یک دوم لوگاریتم در مبنای دوی وای به علاوه یک به روی وای منهای جای ایکس و وای رو عوض میکنیم، جای ایکس و وای رو عوض کنیم میشه یک دوم لوگاریتم در مبنای دوی ایکس به علاوه یک به روی ایکس منهای یک. به این صورت میشه. حالا آخرش هم اومده یه ذره اذیت کرد، من اینجا چی قرار بدم به جای بی بشه؟ این به جای بی باید بذاری منفی ایکس، به جای بی باید بذاری منفی یک اینجا. چرا به جای بی بذارید منفی یک؟ از منفی فاکتور بگیریم به جای آن باید بذاری یه دو. پس به جای بی میذاریم منفی یک، به جای آ میذاریم یه دوم. جمع این دوتا رو میخواد میشه منفی یه دوم. گزینه یک میشه، گزینه یک میشه. بچه ها یادداشت کنن. البته بچه ها من یه چیزی بهتون بگم، سوالش این سوالش غلط بود، یعنی این سوال غلط بود چون که آ میتونه منفی دوم باشه بی یک باشه، خب یعنی گزینه دو هم میتونه باشه، یا آ یه دوم بی منفی یکه، خب
یا آ منفی دوم بی یکه. بذار ببینم طراح سوال بهش توجه کرده. بذار ببینم طراح سوال، نه طراحش معلومه آدمه، آدمه توجه نکرده، دقت پایینی داشته در را. ببین بچه ها من یه چیزی بهتون بگم، طراح سوالی که سوال سخت تر میکنه خودش باید سوادش رو داشته باشه. بچه ها یک دوم لوگاریتم منفی ایکس منهای یک به روی منفی ایکس منهای یک این برابر است با منفی یک دوم لوگاریتم ایکس منهای یک به روی ایکس علاوه این برابر. نمیشه اطلاع بدید بهشون که آقا این سوال غلطه؟ نمیشه بهشون خبر بدید؟ بگید که آقا سوالت مشکل داره، این سوال غلطه؟ تو سایت قرمچی هست، خب برید بگید، بگید که آقا این سوال مشکل داره و بگید که حداقل برام سواله بدونه که چه خبره. اینا به فرصی که اتاقه بدونی که داستانش چیه. من حالا حسنه ندارم، من خبر به کی بدم، بدش کنم. بچه ها یادداشت کنن، بنویسید هر یه سوالشو میتونیم بذاریم دی، میتونیم بذاریم دی. هر کی امتیاز بگیره، هر کس اشتباه بگیره امتیاز میگیره. آره جدی چه امتیازی میگیره؟ امتیازش چیه؟ جایزه من چیه؟ بگید جایزه منو به شماره کارتم واریز کنم. جایزه گرفتید واسه من بفرستید حتما. کتاب جایزه میدن. خب خود طراحش گزینه اشتباه در کردی، گزینه دو رو نباید بزن. آقا گوش کن، سوال بعدی بریم. سوال بعدی میگه اف بارون دو، اف بارون او اف سه، اف یک، اف بارون او اف بارون سه. گوش کن بچه ها به این شکل دقت کنید، ما در این سوال نمودار این تابلو رو نداریم. یه لحظه بیایید اینجا به من گوش کنید. تابشی داده ایگرگ مساوی با اف یک منهای دو ایکس به علاوه دو. بچه چه نقطه هایی به شما داده؟ مثلا ببین نقطه ها رو به یک یکی بذاریم، نقطه ها رو بذاریم، یکی اینو داده دو سه، دو و صفر. به جای x بذاری دو، به جای y بذاری صفر، میشه f. اینجا دو بذاریم f منفی صفر، اینجا هم صفر بذاریم دو میاریم، اینجا منفی f منفی صفر، اینجا منفی دو، یکی اینه دو ده. نقطه بعد یک و یک، به جای x بذاریم یک، به جای y هم بذاریم یک، میشه f منفی یک برابر منفی یک. دیگه چه نقطه ای داده؟ نقطه هایی که داره رو من بذارم. یه نقطه دیگه اینجا داده صفر و دو، به جای x بذارید صفر، به جای y بذارید دو، با این دو این میره بشه این دیگه منفی دو سه، منفی دو سه، به جای y بذارید سه این میشه یک، با این دو این میره، به جای x بذارید منفی دو شد پنج. یه نقطه دیگه هم داده منفی 3 و 4. ببین منفی 3 و 4 که میگم به جا y بذار 4، به جا x بذار منفی 3،
میشه F 7 برابر 2. حالا بیا حساب F وارون 2، F وارون 2 هم میشه F 7 شده 2، F وارون 2 میشه 7. این یکی. بچه من نکته گفته بودم F و F هر عددی خودش میشه این کسه، پس صورتش شد 10. صورتش شد 10. خب مخرجش F1 شده 0، F وارون 0، F1 شده 0، پس F وارون 0 چیه؟ F وارون 1 هم میشه 5، پس مخرجش میشه 5، جواب میشه 2، گزینه 3 میشه. این هم سوالش خیلی قشنگ بود، آسون ولی زیبا. من این سوالو دوست داشتم، این سوالش زیبا، سوالش خوب ولی خوب یکم میدونی کاش مثلا همین سوالو میداد یه ذره نقطه‌هاشو کمتر می‌داد. مگه نمی‌خوای بسنجی که مثلا دانش آموز بلدی یا نه؟ نه، یا 5 تا نقطه بده، 2 تا نقطه بده، 3 تا نقطه بده که یه ذره بشه شروع کرد. یه دانش آموز تجربی، رشته‌اش تجربیه. چرا باید اینطوری آخه برخورد کنی؟ نمی‌دونم. خب وای ها رو شکلی پیدا کردیم، خود سوال بده دیگه. مثلا 2-3 به جای x میذارید 2، به جای y میذارید 3. و اما سوال بعدی، سوال 107 فکر کنم آزمونش اینطوری بوده که اوایلش راحت بوده آخرش دیگه سخت‌تر شده. نه خب یه تابعه F داده، یه تابعه G داده. ببین بچه ها دامنه اینا بخواهد G وارون O F وارون دامنه اینا بخواهد، دامنه این، دامنه G وارون O F وارون به جای ژ وارون او اف وارون میتونیم بنویسیم اف او ژ وارون. به جای ژ وارون او اف وارون میتونیم اف او ژ وارون. دامنه اف او ژ وارون میشه برد اف او ژ. سوال برد اف او ژ رو تابع ژ، تابع ژ از صفر تا دو تعریف شده، از صفر تا دو این جزء صحیحه میشه صفر، تابع ژ میشه ژ ایکس برابر ایکس برای اعداد بین صفر تا دو. خب F و G چی میشه؟ F و G یعنی در تابع F اینو میذاریم، در تابع F اینو میذاریم تو خودش میشه. در بازه 0 تا 2 اینو میکشیم، بری تابع G میشه X بذاری پرین تابع خودش میشه، منتها X بین 0 و 2. در بازه 0 تا 2 ببینید چطوریه، از 0 تا 1 از 0 تا 1 میشه x، از 0 تا 1 میشه x، از 1 تا 2 میشه x علاوه 1. اینجوری میشه شکلش. و اگر یه دانش آموزی بازه بندی کنه من شکل اینو قبلا کشیدم، میگه کدام عدد توی برد نیست. ببینید
برده این تابه میشه از صفر تا یک، از دو تا سه. کدام عدد در برد نیست؟ خب اولی رادیکال سه میشه یک و هفت نمام، منهای یک و چهار نمام، این توی برد هست چون کمتر از یک میشه. این دو و دو نمام، این یک و چهار نمام، باز میشه هشت نمام، باز توی برد تابه هست. بعدی رادیکال هفت دو خورده میشه، رادیکال یکم یک و چهار نمام میشه. این دوتا رو باز منهای بیشتر از یک نمیشه. آخری رادیکال سیزده سه و خورده ای، این یک و خورده ای، این در واقع میشه یک و خورده ای. درسته بچه ها؟ آره؟ گذنی چه هم میشه؟ بذاری بسه حساب کنیم بچه ها رادیکال هفت هم میشه؟ بذاری حساب کنم خیال راحت باشه. بذاری حساب کنیم رادیکال هفت هم میشه؟ حساب کنیم تقریبا رادیکال هفت تقریبا کم میشه؟ دو شیش تمام، دو شیش تمام تقریبا منها کنیم که یک برای گزینه سه میشه. از دومونیم بیشتر بگیریم یک و دو دهمین ها میشه گزینه سه میشه. آخری رادیکال سیزده میشه چند؟ رادیکال سیزده میشه سه و مثلا دو دهمون، سه دهمون زیر یکه، مثلا میشه هولوشه مثلا دو. رادیکال سیزده چند میشه بچه ها؟ رادیکال سیزده سه و شیش تماره، سه و شیش تم منها کنیم میشه دو و دو تم. این تو برد هست گزینه سه میشه. این سوالش واقعا کثیف بود، خیلی سوال کثیفی طرح کرده بود واقعا. نمیدونم سوال بود دیگه، حالا هر شد. بنویسید ادامه بدیم. سوال بعدی، اگر محل تقاطع این نمودار با وارونش، بچه ها وقتی محل برخورد این تابه اکیدن سعودی و با وارونش میخوایید پیدا کنید چیکار میکنید؟ این تابه رو برمیدارید مساوی x میذارید. من برمیدارم این تابه رو مساوی x میذارم، در نتیجه میشه رادیکال 3x به علاوه 4 برابر x به علاوه 2. حالا اگر اینا حل کنیم چند میشه بچه ها؟ میتونیم حدسم بزنیم چه عدد منفی بذاریم که تو این کار کنیم؟ مثلا منفی 1. آره؟ منفی 1 بذاریم منفی 1 منفی 1 منفی 1. خب پس میشه منفی 1 و منفی 1. از محل برخورده یه تابه با وارونش رو که میخوایی پیدا کنی، ما قبلا گفتیم مساوی x بذاریم. حالا میگه این نقطه در این تابه چی میشه؟ این نقطه اولا بچه چه انتقالی پیدا کرده؟ دو واحد رفته چرد، دو واحد رفته چرد، x وایش سه برابر شده میشه منفی سه، یکی اضافه شده میشه منفی دو، میشه منفی سه و منفی دو. گزینه دو میشه جواب مسئله ما. سطح این سوال چطوره؟ این سوال آسون بود، این سوال آره، چون قبلا بهتون گفتیم محل برخورده یه تابه با وارونش برور تابه رو مساوی x بذار، که اینجا ببینید منفی یک کار میکنه با منفی دو واحد میبری چپ، وای ها سه برابر، به ایکس ها یه واحد اضافه میکنید که میبینید گزینه دو میشه. این سوال 108. و اما سوال 109
اف و ج با دامنه اعداد طبیعی به این صورت تعریف شد. اینو میخواد جی او اف وارون 101. اینو باید بررسی کنیم. جی او اف وارون 101 یعنی اف وارون جی وارون 101. آقا چی بذارم تو این تابلو بشه 101 به نظرتون؟ اینجا چی بذاریم میشه 101؟ چند بذارم میشه 101؟ بذارم 102 درسته؟ 102 باید بذاریم دیگه. 102 منهای منفی 1 به توان 102 میشه 101. جی وارون 101 میشه 102. اف وارون 102 آقا چی بذارم توی این بشه 102؟ داخل این چند بذارم میشه 102؟ 102 اگر میخواد بشه بذاریم که مساوی 102 بذاریم. این میخوام بشه 102. بیاییم پایین فکر کنیم. این اگر بخواد 102 باشه اولا باید توانش زوج باشه، x باید زوج باشه و برای این چی؟ این بخواد 102 باشه صورتش باید 204 باشه دیگه. 204 به علاوه 1 204 باید باشه. این میشه 204. بعدی جی او منفی اف وارون 101 میشه منفی اف وارون او جی وارون 101. جی وارون 101 رو در بردیم 102. منفی این تابع میخواد بشه 102. منفی این تابع میخواد بشه 102 اگر توان اضافه بشه بعد این میخواد بشه 102 باید حتما x فرد باشه. فرد بخوام بذارم باید بذارم 203. پس جواب این میشه 203. این دوتا رو منها میکنیم میشه 1 گزینه 2. این جوابش گزینه 2 میشه. درست گفتم؟ این یکی 102 هست نه 101. توی مرحله 2 اینجا چه درست نوشتم 102؟ آره اینجا درست نوشتم 102. اینجا درست نوشتم 102. بایسته ببینم. آه این 102 رو میخواد. من نمیشتم 101. این 102 رو میخواد. وایسا این 102 رو میخواد. جی کجا میشه 102؟ جی رو بخوام بذارم 102 ایکس رو باید بذارم 101. اینجا 101 بذارید با این منفیه میشه 101. اینجا میشه 101. حالا اگر بخواد این 101 بشه، این اگر بخواد 101 بشه x باید فرد باشه. من اینجا x رو باید چند بذارم؟ 202 مثلا باید بذارم. 201 درسته؟ اینجا باید 201 بذارم. میشه 201 باشه. حالا گزینه 4 میشه. اینم سوالش دی بود. واقعا این سوال دی بود. یعنی این سوال خیلی سخت. واقعا سوالش دی بود. از دیم یه پله بالاتر. دیه پلاس سوال 109 سوال سختی بود واقعا. بریم سوال بعدی.
بررسی کنیم. سوال 110 رو بررسی کنیم ببینیم این چطوریه. F رو داده، ژن داده، خب ما اینجا میفهمیم ژی FX برابر است با 8X2 علاوه 4X علاوه 5. میگه نمودار F و G را دو واحد به سمت چپ میبریم، این تابع در کدام بازه یک به یک نیست؟ ببین بچه ها، من اولا اینجا از روش تی میرم. اگر از روش تی بریم از این نتیجه میگیریم X میشه تی من های یک دوم، بنابراین میشه جی تی برابر است با به جای ایکس میذارم تی من های یک دوم به علاوه 4 برابر تی من های یک دوم به علاوه 5. این 2 با این 4 میره، 2 به توان 2 هم با این میره میشه 2. اگر جی تی رو حساب کنم میشه 2 تی 2 منهای 4 تی به علاوه 2 به علاوه 2 تی منهای 2 به علاوه 5. نتیجه میگیریم جی تی برابر است با 2 تی 2 منهای 2 تی به علاوه 5. تا اینجاش روش تی بود. حالا تابع اف او ژ یعنی دو برابر کن به علاوه یک کن. اگر من این تابع رو دو برابر کنم به علاوه یک کنم میشه 4x2 منهای 4x به علاوه 10 به علاوه یک میشه 11. رأس این سهمی میشه منفی بی به روی دو میشه یه دوم. یه سهمی داریم رأسش یه دوم، دو تا میبریم عقب رأسش میشه منفی 3 دوم. حالا میگه کجا یک به یک نیست؟ زمانی یک به یک نیست که این تو بازه باشه، منفی 3 دوم داخل اون بازه قرار بگیره. گزینه اول نمیشه چون منفی کنیم داخلشه. گزینه دوم یک به یک در کدام بازه یک به یک نیست؟ گزینه اول دیگه، چون گزینه اول شامل منفی 3 دومه ولی گزینه های دیگه شامل منفی 3 دوم نیستن، جواب میشه گزینه 1. اینم میتونیم بچه سطحش چی بگیم؟ سطح این سوال رو، سطح این سوال رو میتونیم بگیم سی یا مثلا دی نیست، سی. خب آقا یا برای سی بگیم بهتر بچه ها، میشه من بگیم چند تا آ داشت، چند تا بی داشت، چند تا سی داشت، چند تا دی داشت؟ میشه بگیم آ چند تا داشت؟ آ 7 تا، بی چند تا داشت؟ بی 4 تا، سی 5 تا، این 4 تا. خب بچه ها درصد قابل قبول برای این آزمون، برای دانش آموزایی که متوسطاً درصد قابل قبول تو رنج ارزم به حضورت که 55% مثلا 55% اگر زده باشید خوب زدید، خیلی خوبه. 55% دیگه دانش آموزایی که واقعا همین رو زده باشه، ولی حتی ما 70ش هم زده باشیم 35% تا 75% درصدهای معقولیه. ولی حالا دانش آموزایی که قوی ترن بین 35 تا 55% معقوله و سی، حالا مثلا بریم که این 5 دانش آموزایی قوی، دانش آموزای دردی در واقع تا 80% 55 تا 85 تا 80 عالیه،
اینجا خوبه. از 20 تا 30 متوسط رو به پایینه، زیر 20 هم که باید یه بررسی حتما بکنه که دارش کار میکنه. و دیگه این چیزایی هستش که ما میتونیم به اینجا متوجه بشیم. پایه رو نمیدونم چه درصدی واسش خوبه، چون باید بررسی کنیم ببینیم پایه چه شکلیه. حالا پایه نمیدونم آسون بوده، سخت بوده، جبری بوده. ولی بچه ها سعی کنید که یه ذره سوال بتونید خوب جدا کنید، سوال خوب جدا کنید سر آزمون. درصدتون چطور بوده بچه های تجربه روی این آزمونه؟ درصدتون چطوری بوده بگید ببینم. بگید درصد اصلا مهم نیست چند درصد. 5% هم زدی به گوش کار نه. هم رنجش ببینم چطور بوده. خب بچه‌ها ایشالله که حالا یه ذره رو آزمون‌هاشون تجدید نظر کنن، چون به نظرم آزمون‌ها خیلی خیلی آزمون‌های خوبی و منطقی نیست واسه اینکه یه دانش آموز پیشرفت کنه. به نظرم واسه دانش آموزایی که میخوان پیشرفت کنن آزمون خیلی خوبی نیست. حالا درسای دیگه‌اش البته نمی‌دونم چطوریه. درسای دیگه‌اش بچه چطوریه؟ درسای دیگه‌اش شکلی بوده؟ درسای دیگه‌اش فکر کنم راحت‌تر باشه نسبت به ریاضی. ریاضیش فکر کنم سم سخت‌تر بود. خب ولی بچه ها مثلا فکر نکنم بالای 80 کسی توی این آزمونه تونسته باشه بزنه، یا مثلا توی تایم من بعید میدونم کسی بتونه بالای 80 تا حتی 75 اینا بزنه. با تقلب آره، با تقلب آره، ولی بالای 80 اگر کسی زده باشه شاید یه نفر درست زده باشه بالای 80. چون آزمونش آزمونه تقلب که زیاد میشه، چون آزمون ها به صورت آنلاین برگزار میشه. ولی این آزمون ماکسش 80 به نظر ماکسش 80. چون ببین 4 تا دی داشت که واقعا عجیب غریب تو احواز 5 نفر صد دادن. خب دیگه 5 تاشون شک نکنه تولد کردن یا کل تایمشون رو دادن به ریاضی. خب بچه ها خسته نباشید، بحثمون باشید تا اینجا. ایشالله جلسه بعدی بحث های ادامه میدیم. ما جلسه بعدی 150 نفر در سالشون این هم بوده. خب تقلب خیلی زیاد میشه. شما اصلا نباید خودتون رو با بقیه مقایسه کنید، باید درصد خودتون چک کنید ببین چطوریه. مثلا این تحلیلایی که ما میکنیم خیلی میتونه بهتون کمک کنه. ببین اصلا من چرا امسال تحلیل میکنم؟ به خاطر تقلبای خیلی زیادی که اتفاق میفته میخوایم خودمون بسنجیم با خودمون. میدونید مثلا یه دانش آموزی میزنه مثلا 50% بهش میگیم بابا خیلی خوب زدی. خب بتونه مقایسه کنه بفهمه آقا چند تا آسون باید میزده. ببین آ یعنی یه چیزی که باید میزدی واقعا. خب بی یعنی اینکه باید یه ذره فکر بیشتر میکنی. سی یعنی خب سخت بوده سوال. دی هم یعنی سوال فضایی. دی یعنی توقع نداریم ازت بزنید. دی یعنی اگر نزدی اشکال نداره. سی یعنی خب نیاز به فکر بیشتری داره. بچه ها خسته نباشید، بحثمون باشه تا اینجا. ادامه بحث ایشالله جلسه بعدی سوالات رشته ریاضی رو حل میکنم. رشته ریاضی هم سوالات خیلی خیلی خوبی داشت که به نظرم حتما جلسه بعدی حتما حاضر باشید که اون سوالات هم حل کنیم، که ایشالله از هفته بعدی دیگه مثلثات رو بررسی میکنیم تا از دو هفته بعدی. بچه ها تا جلسه آینده فعلا خدا نگهدار، مراقب خودتون باشید. امیدوارم که تونسته باشیم
یه قدم مثبتی توی زمینه ریاضیتون برداشته باشین، خسته نباشین.